بله، از نظر سایکولوژی من سوال میپرسن در روانشناسی کسانی که نمیتونن برای هیچ کس یک شانه امن باشن در کجا قرار دارن؟ من اگه متوجه سوال شما شده باشم، یعنی دارید میگید اون آدم هایی که هیچ وقت خیرشون به هیچ کس نمیرسه کیا هستن؟ در نتیجه روابط نزدیک هم نمیتونه ایجاد بشه، درست؟ یا اینتیمیسی نمیتونه ایجاد بشه با هیچ کس. خب اگر بخوایم یه خورده به عمق نگاه بکنیم، اینا از نظر اتچمنت استایل، شیوه دلبستگی و دلبندی، جزء میمونای قفس سوم هستن، یعنی اوویدنت، یعنی کسانی که رابطه بهشون اضطراب و تشویش میده و دوست دارن که پشت به دنیا کنن و نون و ماست خودشونو بخورن. اگرم فرهنگ فشار بیاره که مثلا باید ازدواج کنی، یه کارایی رو در رو از روی پوستشون با الگوی جامعه و اجتماع و فرهنگ جلو میرن، ولی مطمئن میخوان باشن که کسی زیر پوستشون نن. این از اون نظر، از نوع اتچمنت استایل اینطوره. اینا جز اون اوایدنت ها یا کسانی که گریز دارن از رابطه نزدیک و صمیمی. یعنی شما میگین با اینا اینتیمیسی نمیشه داشت، اونا هم همینو میخوان، نمیخوان با کسی اینتیمیت بشن. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزه. آقا ما اصلا نمیخوان، عطای رابطه رو به لغاش بخشید، اونطوری بهتر فانکشن میکنن. این اینا. حالا از نظر تیپ شناسی انیاگرام اینا بیشتر تو تیپ 5 میافتن، که تیپ 5 رو همه چیز خصت داره، از جمله مشارکت عاطفی و فکر میکنه که چون مثلا لاف تنها چیزی، شما هر چقدر خرج کنی بیشترشو به دست میاری، ولی برای اینا لاف هم یه چیزی که باید تو کیسه شون نگه دارن، اگر بدن تموم میشه. بله، تینکر، فکور و استیجیا. اینجا یه خانمی بودن اول. نه شما، بله شما، بعد شما، بعد شما، بعد شما، بفرم. اگه خیلی خودمون شناختیم از خودمون بعد بودمون، اون موقع خرج داره، باید بیاریم پیش یه روانشناس، بعد بگین I hate myself، بعد اون به تدریج برسونه به اون جایی که بگه که I love you too. چون کاری که یه تراپیست در این موارد میکنه اینه که، چون واقعیت اینه که you don't hate yourself، چون اگر کسی self hatred داشته باشه حتما خودکشی میکنه. وقتی که یه کسی زندگی داره میکنه، مثل بعضی کیسای ما ایرانی ها، همه چی مدل خودمونه، حتی دیپرشنمون هم مدل خودمونه. مثلا در تست دیپرشن، ما وقتی میخواییم اسسمنت کنیم از یه مریض آمریکایی برای دیپرشن، میبینیم که فرض کنید اسکور میکنه، شمارش میفته رو سویر دیپرشن، افسردگی جدی. بعد سوالایی که جواب داده نگاه میکنیم، چند بار در هفته دیگران رو معاشرت میکنیم، هیچی. آخرین باری که سینما رفتی که اوه عهد بود، نمیدونم چقدر به تغذیه خودت اهمیت میدی، اینطور همه اینا رو میگه، مچ میکنه، میبینیم که واقعا به طور جدی افسرده است. بعد ما کلاینت های ایرانی داریم که میاد میگه که خانم دکتر افسردم، فقط مشکلم افسردگی. بعد خب ما همون سوالا رو باید جلو ببریم ببینیم تا چه حد افسرده است. میگم که خب شما در هفته چند بار معاشرت میکنی؟ یادم والا نمیاد. حالا همین هفته رو بگیم، الان دوشنبه است پیش منه،
شما یک شنبه چیکار؟ یک شنبه چه میدونم با بچه ها رفتیم کنار دریا صبحونه خوردیم، بعد از ظهرش چیکار کردیم؟ نمیدونم یه فیلم اومده فارسی تو این سانتا مونیکا نمایش میدن، رفتیم اون سینما. بعد شب یک شنبه چیکار کردیم؟ هیچی خانم دکتر، یه چند تا فامیلن دوره هم جمع میشیم، از قدیم بازی میکنیم. بعد خب بازی هم کرد. بعد بریم روز قبل شنبه چطور بوده؟ شنبه هیچی، صبح خود پیاده روی رفتیم این تمسکال کنیونه، چند نفر این دست جمعی میریم پیاده روی. بعد ظهرش هم جای شما خالی رفتیم این عطاری آش خوردیم. بعد شبش چیکار کردیم؟ شبش هم هیچی، یه نمایشی آقای هوشنگ توزیع هست، خیلی هم خنده داره، جای شما خالی. دیدین شما اون نمایش رو؟ نه. بعد آره خیلی بامزه بود، بریم اونم از این. بعد جمعه چطور بود؟ بعد خانم شما این همه فعالیت داشتی اینا، چطور فکر میکنی اینقدر دیپرسیم؟ به خدا خانم دکتر چی بگم، دل که خوش نیست دا آدم هر جا میره. میگم اسم این تو روانشناسی دیپرشن نیست، اسم این نق زدنه. بنابراین ما همه چی اون مدل خودمونه. حالا در مورد رابطه هم واقعا خب ما یه موقعی مدل خودمونو داریم، به اونجا کجا برمیگرده. سوال شما ها سلف، ما اگر واقعا سلف هیترد داشته باشیم اوتوماتیکلی سلف دیستراکتیونس میاد باش، ولی ما چیزایی رو در خودمون دوست نداریم که حتما اون چیزایی که دوست نداری اتفاقا خوبه که میفهمی دوست نداری، چون اونجاست که استاکی، اونجاست که استاکی. و وقتی که با یه روانشناس صحبت میکنی میبینی که خب you need a major major lifestyle change or changing your lifestyle، در مدل زندگیت احتیاج به یک تعمیر کامل داری، یعنی فقط رنگ و روغن و اینا کافی نیست، ریمادلینگ احتیاج داره. و خب در اون ریمادلینگ احتمالاً میتونه گاه در نقش ساپورت، گاه در نقش ببین رابطه با روانشناس هم خودش یه مبحث خیلی خیلی مهمه. ببینید روانشناس اول باید با شما بتونه ریلیشنشیپ برقرار کنه. چه نوع ریلیشنشیپی؟ ریلیشنشیپی که امن باشه، که شما بتونی خودتو باز کنی، ولی کوریج اینم که شما رو کانفرانت کنه اون جاهایی که درست نیست، توش وجود داشته باشه، بدون اینکه نگران این باشه که اون باند شکننده یا فرجایل. بنابراین یک راپور محکم باید با روانشناست داشته باشی، ولی روانشناسی که فقط تو رو ساپورت کنه برای اون راپور محکم ولی کانفرانتت نکنه برای اون جایی که باید عوض بشه، داره تو رو نازی نازی میکنه ولی جلو نمیبره. بعد اون قسمته که میشه یه رابطه امنی که شما تصویر خودتو توش میبینی با تمام کج و کلگی‌هاش، احترام و پذیرش توش هست، اما اون جاهایی رو که باید از تو آینه بیاره بیرون، چشمتو بزنه، تغییر کنی، اون رو هم جلوت میذاره. من بارها گفتم شما به خصوص بچه‌هایی که تو این کلاس میاین، نمیدونم چقدر برای خودتون میتونه درونی بشه، من همیشه ممنون بچه های این کلاس هستم، چون دو تا اپورچونیتی در اختیار من میذاره. یکی اینکه عشق من همیشه معلمی بوده، و بعد از اینکه فاصله گرفتم از کار تدریس تو دانشگاه، این تیکه رو همیشه خلع داشتم. اینجا هم که فقط چند سال چند تا کورس تو دانشگاه درس دادم، بعد دیگه این کلاس ها شد، کلاس هایم که به من دانشگاه میدادن درس میدادم بیسیک روانشناسی بود، اونم به زبون انگلیسی، اونم مدلی که یه لیسانسی روانشناسی از من بهتر درس میده، در نتیجه تجربه من باید میرفت کنار همین
اطلاعات خشک 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 میاد. بنابراین این کلاس به من، این کلاس ها به من این فرصت رو داد که به اون چیز شهوت معلمیم رو اقناع کنم، دوست داشتم کاری که دوست داشتم. دوم این که به من فرصت نمیده که اطلاعاتم زنگ بخوره، زنگ زده بشه، چون به خاطر این کلاسه که من خیلی اطلاعات جدید رو دنبال میکنم و علاقه دارم که دنبال کنم. بنابراین این کلاس یه باندی من با شماها دارم، اونایی که قدیمی ترین میدونین. امروز نینا که بعد از چند سال، 3 سال 4 سال اومده بود، من یهو بعد از 7 سال اومده بود، خب من نینا رو شناختم و خیلی هم ذوق کردم وقتی دیدمش. این باند قویه. بعد خیلی تو شما هستین که واقعا دوست دارین که استفاده شخصی هم از من بکنیم به عنوان روانشناس، ولی نمیتونیم بیاین مطب من، برای اینکه اونجا تنها جاییه که من گرونم، بقیه جاها ارزونم، اونجا گرونم. بارها بهتون گفتم اگر خودتون در 10 نفر بی خود دارم میگم، مینیمم 15 نفر بشین و یک گروه تشکیل بدین. بعضی هم تو این کلاس به خصوص هی میگن گروهی که ما داریم از چند سال پیش جوین کنن، اون بچه ها خصیصاً توشون را نمیدن دیگه، آدم های جدید خودشون را نمیدن. بنابراین اون گروه با هم یه سابقه دارن و خیلی با هم یه ساپورت سیستم خوبی شدن. اگر خودتون 15 نفرتون دلتون میخواد برای یه گروه دیگه تشکیل بدین، اون وقت من حتما اداره میکنم گروپو و دوستان. 2 تا 3 تا 4 تا خیلی خودتون پیدا کنین. خب نه، بعد از کلاس خودتون ثبت کنین، ثبت کنین، چون پاییز که من برمیگردم از اول پاییز یه کلاس با شما شروع میکنم، هفته یه شب گروپ و اون دیگه براتون افوردبله. من هی منتظر بودم ببینم سهیلام دست بلند میکنه، دیدم نه، ما به خاطر اون این حرف رو آفر دادیم، دیدیم اون دست بلند نکرد. بنابراین آره، خودتون یکیتون داوطلب بشین، اسم بقیه رو بنویسین بعد از کلاس، بعد مسئولیت. بله، آها، سوال بفرمایید. ببخشید، خیلی خوب. گروپ تراپی چیزای متفاوتی. معمولا یه گروه باید یه مقداری مشکلاتشون همگن باشه. یعنی توی من یه گروپ دارم آمریکایی که اینا گروپی هن که ماله مود دیسوردره، اختلالات مود، که اونو اداره میکنم، اونا آمریکاییه. یه گروه دیگه ای دارم که این گروه فقط یه فضای گروه، یعنی یه جایی که یه فضای امنی به وجود میاره، امنیتش هم تعهد تک تک افراد اونجا که حرفای اون گروه بیرون نمیره. بعد اون گروه انتقاد میتونه از همدیگه بکنه، منتها تخریب، نقش تخریبی نمیتونه بازی کنه، یا اگر نقش تخریبی بازی میکنه بقیه اعضای گروه اون کسی که داره کار تخریبی میکنه میذارن جای، منشونن سر جای خودش. و بعد رو ایشوهای متفاوت صحبت. مثلا من پارسال تا 2 سال پیش یه گروه کاپلز داشتم، 5 تا زوجی بودن که مشکلات زناشویی داشتن. اونجا که میشستن خیلی جالب بود، ایرانی هم بودن و خیلی جالب بود، وقتی از مسائل زناشوییشون اونجا حرف میزدن، اون وقت این زوج، اون زوج رو میتونست قشنگ تجزیه تحلیل کنه. خب تو چرا وقتی اون اونجوری گفت تو به زنت اینجوری کردی؟ مال خودشو نمیتونست تجزیه تحلیل کنه، مال اونو میتونست بکنه. و بعد خیلی فیدبک های خوبی به هم دادن. اینا الان با هم تو لس آنجلس، من اون گروه رو دیگه نمیتونستم نگه دارم، به یه کسی ریفر کردم گروه رو، همینجوری واگذار کردم به یه همکار آمریکایی. با اونم یه مدتی بودن، بعد دیگه خودشون با خودشون. الان میگن مرتب هفته یه شب چهارشنبه شب با هم گروه دارن و بعد به صورت رفیق در مدن. اون وقت اینقدر احساس امنیت میکنن که جدیترین و خصوصیترین حرفاش نگه به خواهرشون مادرشون نمیزنن، توی این گروه به هم میزنن. منتها یک تعهد دارن و اون اینه که هر وقت یه زوجی میرسه به مرز خطر، اون موقع برن با روانشناس کار کنن، میرسه به اون جایی که رابطه. بفرمید. وقت انتقال
اینتگریشن فهمیدیم که اونایی که ما ممکنه ساخت بشیم در شکلی بود که اون imperfection و دومی که اینکه dealing with others imperfection. یه سوال من این هستش که خود perfectionist بودن یک character defect هست یا نیستش، یعنی یه نقص اخلاقی های هست یا نیست. اگر هستش چرا اینجا اون our own shortcomings and weakness نمیگه و میگه imperfection یا dealing with others imperfection و نمیگه weaknesses and مثلا shortcomings؟ این مخوام بدونم که دلیل بخصوص من چرا این واژه رو به کار میبره نمیدونم، ولی چیزی که میدونم اینه که آیا پرفکشنیسم کمالگرایی یک فضیلت یا رذیلته؟ من میتونم بگم که برای مسئولیت‌های اجتماعی میتونه یه فضیلت باشه، برای روابط انسانی یه رذیلت. و یه پرفکشنیست مثلا یه ساینتیست وقتی پرفکشنیسته خطر اشتباه رو خیلی کم میکنه، یا یه جراح مغز وقتی پرفکشنیسته شما اطمینان بیشتر. اتفاقا مثلا برای بعضی از رشته‌های پزشکی دنبال یه آدم پرفکشنیست میگردن که با کوچکترین نقص کنار نمیاد، چون برای کارش مهمه. ولی یه آدمی که با کوچکترین نقص کنار نمیاد، آدم کنارش زندگی کردن مثل راه رفتن رو یخ نازکه، چون آدم اشتباه میکنه دیگه. نه دیگه، به همین دلیله که میزان طلاق در میان خانواده پزشکان خیلی بالاست. اون پرفکشنیسم داره اونجا و اذیت میکنه دیگه. یا آدم هایی که گرفتار وسواسن. تو این سفری که ما رفته بودیم یه شب بچه ها رفتن شوی بیل کازبی، یک شب شو داشت. من این بیل کازبی رو خیلی دوست دارم، ایژوکیشنال واقعا. دو سه تیکش اومدن شب برای ما تعریف کردن، گفتن که یکیش گفته بوده که Some people call their wives or their husband, their spouse, friend. Hell no! Friend? Imagine you are sitting in the room and watching TV. Your popcorn is here, your water is there, and your ashtray is here. This supposedly friend walks in, puts the popcorn here, puts the ashtray here, puts the water here, and says, How many times did I tell you not to put the ashtray here, not to put the water there? Do you call it friend? بعد این مسئله کسی که پرفکشنیست و وسواسیه واقعا همینه که کجا چیو میذاری، کی میذاری، چجوری کرکتت کنه. یعنی راه رفتن رو یخ نازک، راه رفتن رو پوست تخم مرغ. هر لحظه دلهوره داری که درست انجام دادم یا درست انجام ندادم. از وقتی که از 18 ماهگی علائمش رو نشون میده، از 18 ماهگی، چون از وقتی که چون تا 18 ماهگی رابطه لاو ریلیشنشیپ فقط بین بچه است و پرایم لاو آبجکت یا مادر. بعد از اونه که کم کم حضور پدر تو رابطه میاد به عنوان باند، و بعد مسئله شریک شدن این دوتا، رابطه داشتن این دوتا در این اضطراب به وجود میاد. چون وقتی مادر با پدره برای بچه 18 ماه معناش اینه که با من دیگه نیست. درست مثل زن حسود که اگر همسرش با خواهرش داره مهربون حرف میزنه پای تلفن، این وحشت میکنه که انگار شوهر رفت. سلامت روانشناسی ندارم، ما رو خودمون کار کردیم، خیلی چیزا رو کامل کردیم، ولی تو برخورد اون آدم از خوب بودن خودمون
در صورتی داره اون بی احترامی میشه، توهین میشه، احساس آسیب پذیری میکنه. من نمیتونیم مثل اون باشیم، مثلا به اون میگن یا باید بیشورتر از اون باشیم، یا باید سکوت کنی، یا باید بکنی یه رهگذر ردشی. نمیدونیم که با اون آدم که داره این سیگنال های منفی رو میده و ما میخوایم سلامت رفتار کنیم، با این آدم باید چجوری برخورد کنیم؟ احساس آسیب پذیری به اون دست نده از خوب بودن خودم. یه مثال بزن چون من گم شدم تو کلمات. مثلا شما وارد یه جمعی میشین و آدم بهتون نزدیک، اقوام دوسته، مثلا جواب سلام نمیده، توهین میکنه، بی احترامی میکنه که سیگنال میده که از قصد بفهمید من دارم بی احترامی میکنم. بعد شما رو رفتار ایرانی میگی خب گذشت کن برو نیا، هی این سیگنال ها بیشتر میشه. بعد تو خلوت خود احساس آسیب پذیری میکنه، میگی نکنه فکر میکنه این سکوت من حماقت منه. یا اصلا چرا یه آدم سالم چرا به یک کسی که بهش بی احترامی میکنه توجه بیشتر میده؟ نه توجه نمیده، ولی تو ذهن خودم، تو ذهن خود من این فکر هست که وقتی این رفتار ادامه پیدا میکنه بعد چیکار کنم؟ بعد ایگنور کرد، بعد اصلا ندید، بعد فکر کرد یه رفتار تو خیابون رد شده رفته، چیکار کنه؟ رفتار درست یا واکنش درست در مقابل این آدم ها چی هست؟ وقتی یه کسی به ما بی احترامی میکنه داره سیگنال میده که I don't want to have a relationship with you. چرا خودتو میخوای به اون تحمیل کنی؟ Don't have relationship. سب کنیم سب یکی یکی حرف بزنیم تا من بگم بفرم. خب ببین، مگه ببینی اون سلام نمیکنه، تو هم سلام نکن رچو. اگه اون میتونه تحمل کنه نداشتن رابطه با تو رو، چرا تو نمیتونی تحمل کنی؟ سالمترین رابطه نه برای یه اینسیدنت، ولی برای رابطه تداوم دار سالمترین رابطه میرورینگ، آینه رفتار او باشی. اگر یک کسی شما جلو آینه اگه دهن کجی کنی، زبون درازی کنی، آینه زبون شما رو نشون نمیده، لبخند به شما نشون میده؟ همون زبون تو بهت نشون میده. تو روابط با آدم هم همینه، ایگنور میکنه آدم، ایگنور میکنه. بفهم بلندتر. قمار لذت میبره، اکتسابی یا جین هستش یا میشه عوض بشه؟ بله، سوال میکنن که آیا قمار بازی و کسی که با قمار کیف میکنه این یه امر ژنتیکه؟ بله، قمار یک ادیکشن بسیار بسیار سخته. قمار ادیکشنی که در خانواده اعتیاد ما اون رو از هروئین هم بالاتر میدونیم و ژنتیک بیس داره و مغز گیر میده، وسواس پیدا میکنه روی یک پدیده و اون همون گمبلینگه. یعنی قمارباز بی اختیار و مست و بیقرار خودش رو به اونجا میرسونه. و اگر جنون رو بخوایم تعریف کنیم، میگیم جنون عبارت است از تکرار یک عمل با رویای این که نتیجه متفاوت خواهد بود. خب قمارباز ثابت شده بهش که در دراز مدت همیشه بازنده است، ولی باز به امید این که این دفعه یه تجربه متفاوته میره. و الان قمار رو درست مثل اعتیادهای دیگه، دارو درمانی، روان درمانی، کلاس‌های گمبلینگ انانیمس، دو تا کلاس گمبلینگ انانیمس خیلی خوب در اورنج کانتی هست. اتفاقا یکی از اسپانسرای گمبلینگ انانیمس یه آقای بسیار موفق ایرانیه که چندین سال پیش همه زندگیش رو باخت، ولی از طریق ترک قمار الان یه امپراتوری ساخته، ولی هنوز با وجود این موقعیت و مقام اجتماعیش هفته 3 روز تو کلاس‌های گمبلینگ انانیمس میره و بارها به من گفته اگر به قمارباز ایرانی برخورد کردی که دلش میخواد یه اسپانسر پیدا کنه، من هستم. و خیلی مسئله جدیه.
قمار یکی از بدترین اون شدت که شما میفرمایید در چیزی که من میشناسم به این شدت نیست. بذار من معنیشو برات معنی کنم. قمار چی؟ قمارباز کیه؟ قمارباز کسیه که زمان و پول که جایی بهتر از قمارخونه میتونه خرج کنه اونجا خرج میکنه. در نتیجه در دراز مدت اختلالات خانوادگی، اختلالات عاطفی با همسرش یا با نزدیکانش و آسیب‌های گران مالی به جا می‌ذاره و نمیتونه که نره. یک گراویتی خاصی داره که میره اون کارو میکنه. حالا خیلی ها میگن که ما مثلا تو دوست و آشنا و اینا هفته یه شب دور هم جمع میشیم بازی میکنیم، برد و باختم نمیدونم 10-20 دلار چیز مهمی نیست. اون ما نمیگیم قمارباز، داریم میگیم قمارباز یعنی اون کسی که مثل بقیه اعتیادا به یه حدی میره که به واحد خانواده و به منابع خانواده آسیب جدی میزنه. بفرد بلندتر سو گفتی سالمترین رابطه میرورینگه، درسته؟ من یکم کانفیوز شدم با اون که این با اون دیفیوژنی که قبل گفته که میگه I love you, love is strong and then بعدش I hate you, مذارت میخوام is strong بعد آخرش میگه I love you. این با این یه ذره تناقض نداره؟ چرا؟ بذار نکته بسیار مهمی رو داری میگه. میگه اگر مرور قرار بکنه اون که میگه I hate you، این دوتا دیگه هم باید میگفتن We hate you too. خب این با diffusing تفاوت داره. ما incident رو میذاریم کنار، پترن عمومی رو خانم داشتن میگفتن. میگن یه کسی هست که ما هر وقت میریم توی خانواده بی احترامی میکنه، بی اعتنایی میکنه، جواب سلام آدم رو نمیده، بعد آدم باهاش مؤدب رفتار میکنه، بعد که میاد خونه حس میکنه که احمقه، یا اون شاید حس کنه که من احمقم. اولا ما داریم راجع به ادالت صحبت میکنیم، در ثانی تازه تو ادالت هم شما اینسیدنت ها رو میتونید دیفیوز کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما با کسی زندگی میکنی که پترن رفتاریش ابیوسیو نیست نسبت به شما، یا الگوی ثابت رفتاریش ابیوسیو نیست نسبت به شما، ولی یهو تحت یه شرایطی کارمندش گذشته رفته، زندگیش در محل کار آشوب شده و اینا، اومده خونه شما میگی امشب مهمون داریم، میگه ولم کن بابا آخه اینقدر مهمون، من هزاری بدبختی دارم. اونجا شما میرورینگت اون نیست که مثل اون کارو بکنی، ولی رو پترن عمومی اونجا شما ممکنه دیفیوز کنی، سکوت کنی یا بگی که I'm sorry که امروز مثل که روز سختی رو داشتی، اگر برای تو سخته من چون دعوت کردم ای اشکالی نداره، تو میتونی بری دفتر و من میگم که تو کار داشتی. اونجا داری دیفیوز میکنی. اما اگر یه کسی هر دفعه این کارو کرد و تو فقط شروع کردی دیفیوز کرد، اصلا قادر نیست آدم این کارو بکنه. روانشناس هم که تازه مراجعهشو دیفیوز میکنه، خود من اگر یه مراجعه 5 دفعه 6 دفعه 7 دفعه توی اتاق انفجارات عاطفیش از یک مرز معقولی عبور کنه، میگم you are a very difficult case and I don't see it in my strength to work with you. These are 3 referrals I want to give you. چرا؟ وقتی یه موقع اونو میگی، ریفرالو میذاری جلوش، اون موقع است که میگه که Why? What is it difficult about me? میگم این و unless که این اتفاق نیفته، صدات اینجوری نره، محکم رو میز شیشه ای جلو میز من نزنی که حس کنم الان میشکنه، بعد تروریز نکنی فضای اتاق رو، ما این اتفاقا اگه نیفته و کانترکت میذارم جلوش که امضا کنه، این اتفاقا نیفته we can work together. بفرد حالا باز هم با اون مسئله اشکال داره، من چه کمکی میتونم به خودم بکنم؟
شما نمیتونید. او احتیاج داره که یه کار تراپیتیک دقیق انجام بگیره. من داشتم رو این کیسای به خصوص وقتی کار میکردم، خب کلاینت بیشتر از وقت خودش 3-4 دقیقه مونده، من معمولا 5 دقیقه 10 دقیقه بین کلاینت هم فاصله میذارم، ولی خب این نشسته نرفته به موقع بیرون. در نتیجه موقعی رفته از اتاق بیرون که این از این در رفته، من از اون در کلاینت بعدیم اومده. بعد خب حتمنم وقتی که این ایشو تو ذهنش هست و من شدم اون لاب آبجکتی که دلش میخواد اکسکلوسیبلی برای اون باشم، کنجکاوی که ببینه من با کلاینت بعدی چجوری برخورد میکنم دیگه. این از در رفته بیرون، من کلاینت بعدی اومدم، آی هاو آر یو، هاو واز یور ویک، چطور بوده هفته، چطور بوده، خوب بودی، ببخش معطل شدی. بعد تموم شد. هفته بعد که اومده عصبانی یا تلفن زده وسط هفته یا نه، هفته بعد که اومده گفته که من اون هفته خیلی هرت شدم. چرا؟ برای اینکه شما منو با عجله فرستادی بیرون، بعد کلاینت بعدی تو اومده، مثل اینم که کلاینت بعدی فیوریت کلاینتته. اوکی، چی سبب شد تو فکر کنی اون فیوریت کلاینتمه؟ اولا من با عجله تو رو نفرستادم بیرون، اپوینتمنت تو 11:45 تا 12:30 بود و تو 10 دقیقه هم از وقت گذشته بود وقتی رفتی بیرون. بعد چی سبب شد که فکر کنی اون فیوریت ده؟ اونجور که خانم دکتر شما با اون خوش و بش کردی، چه حسی داشتی وقتی صدای خوش و بش من رو با اون شنیدی؟ I don't know, I didn't like it. اوکی، بذار ببینیم چی شو دوست نداشتی. بعد خلاصه میرسه به اینجا که میگه که یهو یا گریه میکنه یا سکوت میکنه، حالت قهر. بعد میگه که خب من دوست دارم که کلاینت فیوریت شما باشه. You are. For the time you are with me, you are. بنابراین اکسکلوسیویتی فقط مال من. اون که تقویت بیماریشه. گفتم شما نمیتونید. او باید از این قلاب بیاد بیرون، از این مثلث بیاد بیرون. بدونه شما وقتی با اون یکی بچه هم هستید هنوز او رو دوست داری. این معنا باید برای او قطع بشه. اون میدونه ولی من اصرار داره که من رابطم با اونا قطع. خیلی خب، این تقویت بیماریشه. حالا اینجا تو کلاس اگه شمالی داریم این شعرم جالبه، من همیشه این شعر رو دوست دارم. میگن که این آقای خانم رشدی به پارتنرش گفت هلاک شیوه لطف تو هم، ولی صد حیف که لطف تو چون رحمت خدا عام است. بفرمایید. ببخشید. آسه من نمیذارم بچه ها صدا بگن رحمت عام و اینا خوششون اومد. بفرمایید. اوکی، سوالشون اینه کسایی که با غذا و قمار و سیگار و اینا افراط میکنن، آیا از خودشون بعدشون؟ بله، اینا همش سلف دیستراکتیو پترنه. حالا چرا از خودشون بعدشون میاد؟ رابطه بسیار بالای آماری هست بین اعتیاد و تروماهای دوران کودکی. رابطه بسیار بالایی هست بین اعتیاد و لو سلف استیم. یعنی ما تصویری که از خودمون داریم در ذهن خودمون یک تصویر نامقبوله و رابطه بسیار بالایی هست بین به خصوص سکشوال
abuse of early childhood and self-destructive pattern. حالا کدوم اینا شامل حال چی میشه؟ ولی اون چه که مسلمه یه آدمی که خودش رو دوست داره و به خودش اطمینان داره از این خودی که مقبول و دوست داشتنیه حفاظت میکنه، حراست میکنه. ولی شما گفتید ژنتیکه. بله، ژنتیک، عامل ژنتیک هست. ببینید در تمام اختلالات ژنتیک معمولا اینا میتونن در حال کمون باشن یا اکتیو بشن. یعنی چی؟ فقط 35% از کسانی که مواد مخدر و الکل رو آزمایش میکنن فقط 35% گیر میافتن. اون 35%ی که بیس ژنتیک دارن، بقیه یه دورس از روش عبور میکنن. اون 35%ی ها ژن مساعد دارن، بعد عملم میکنن، اکتیو میشه. یا مثلا فرض کنید بایپولار ژنتیکه، بیماری بایپولار یا مانیک دیپرشن ژنتیکه. اما تعداد کسانی که بایپولار خاموش دارن در دوره کمونه کم نیست. ولی اینا کسانی هستند که یه استرس زندگی اونا. یه کسی یه بار از من پرسید خانم دکتر ما تو ایران بودیم اینقدر بایپولار نداشتیم، چرا اینجا اینقدر بایپولار زیاد شده؟ علتش اینه که مهاجرت، افت طبقه اجتماعی، فشار زندگی، طلاق، بیکاری، همه اینا لاس، همه اینا از عواملی هستن که ژن خاموش رو فعال میکنه. برای همین ما برای بیماران بایپولارمون اگر خانوادهشون امکان اینو داشته باشن میگیم مینیمم استرس لایف استایل دیزاین کنین. از من میپرسن مادر پدرها یعنی چی؟ میگم یه خونه براش بخرین یا آپارتمان براش بخرین توش زندگی کنه، آپارتمانم 90 ساله حق فروشش رو به یه ادالت دیگه واگذار کنه، یعنی اسم یک کس دیگه روش باشه، پس این خونه رو داره توش زندگی کنه. بعد یک کسی رو مأمور کنید در هفته دو بار بهترین مواد غذایی رو برای این بخره بیاره تحویل بده دم در. نکته سومش اینه که برای وقتی هم که خودتون نیستی یک درآمد مناسب محدود، معمولا میگم بین 2,000 to $3,000 براش در نظر بگیرید که بیارن بهش بدن و بعد بیمه خیلی خوبی همه عمر براش داشته باشید. حتی اگه پدر مادر بیلیونرن میگم بیشتر از این به این بچه ندید. بعد اینطوری این میتونه یه زندگی مینیمم استرس داشته باشه، برای خودش بپله که بره قدم بزنه، نمیدونم فوقش بره یه کافی شاپ بشینه، رنتش یعنی رنت نداشته باشه، استرس آت بشه، پول زیاد نداشته باشه بره مشروب بخوره، مواد بزنه یا قمار کنه، اون پول $3,000 هم به 4 هفته تقسیم کنین. یعنی منیجمنت لایفش باید مینیمم استرس لایف استایل باشه. خانوم گفتن که با این لایف استایلی که شما طراحی کردین آدم آرزو میکنه بایپولار باشه. خب سوال دیگه یه از بکنین اگه نبرید بایی سب کنید. دو تا سوال اینجا از شلوغ نکنین بابا. شما آیا تا حالا شده شما یه اینشورنس قبول کرده باشه، یعنی یه هلت اینشورنس که داشته باشه بتونه از طرف اونا پولش شما رو بده؟ سوال میکنن که آیا تا حالا بوده که تو مریضی داشته باشی که اینشورنس هلت اینشورنس داشته باشه و قبول کرده باشی و اینشورنس پول اونا رو بپردازه؟ بنده که جلوی شما نشستم حالا گردن کلوف شدیم میگیم بیمه قبول نمیکنه. ما تا 8 سال پیش تا سال 98 یا 99 نمیشترش، خب تا حول و حوش 99 اینا من تمام بیمه ها رو قبول میکردم و بیمه ها مبلغی هم که میپرداختن کم نبود. بعض بیمه های بلو کراس بلو شیلد بود که $90 $95 میپرداخت و مریض خودش بقیهش رو میداد. اون موقع ویزیت من $150 بود.
اما یه اشکالی پیش اومد که ما اسممون از تمام بیمه ها به اصطلاح هست کرد. سال 2002 بود، اشتباه نمی کنم، سال 2002 بود که دیگه با بیمه ها کار نکردیم. علتش این بود که بیمه ها اومدن گفتن که ما پول روانشناسا رو به شرطی میدیم، مشروط کردن به اینکه یک پرسشنامه هایی رو روانشناسا باید دقیق جواب بدن. یعنی علتش این شد، این احتیاجی نداره ضبط کنی، نه اصلا از یه دقیقه قبلش بیمه ها دیگه